این روزها خیلی صحبت از کاخ سفید و انتخابات و رئیس جمهور آمریکا اینا میشه و سر رفتن به کاخ سفید دعواست. مگه اون تو چیه؟ هر وا خیلی میکنن مگه؟ طبق آمار بایدن رای آورده ولی ترامپ زیر بار نمیره. حالا کار ریاست جمهوری آمریکا چه حسنی داره که اینا اینقدر دعوا میکنن سرش؟ یک رئیس جمهور آمریکا اصلاً آسایش نداره. یعنی ممکنه ساعت 3 نصف شب بیدارش کنن و یک سوال مهم ازش داشته باشن. برای همین یک رئیس جمهور آمریکا خوابم میاد و خستم و وقت ندارم نداره. همیشه باید در دسترس باشه. حالا این چه کاریه که انقدر سرش دعوا میکنن؟ شاید درآمدش بالاست. یک رئیس جمهور آمریکا چقدر حقوق داره؟ اول شاید فکر کنید من یه رقم بگم و ویدیو تموم میشه، اما به این راحتی ها نیست. حالا یه سوال، رئیس جمهور آمریکا اصلاً چرا باید حقوق بگیره؟ مگه اینا کاخ سفید مجانی در اختیارشون نیست؟ یا اینکه آشپزخونه کاخ سفید بهترین غذا رو براشون سرو نمیکنه؟ هواپیمای خصوصی 747، هلیکوپترهای خصوصی مختلف، یک ارتش کوچیک که فقط از رئیس جمهور حفاظت میکنن، همه اینا در اختیارشه، پس چرا پول میخواد؟ باید بدونید که همه چیز برای رئیس جمهور آمریکا مجانی نیست. خب اجاره و پول برق و آب و اینا رو نداره، اما خیلی چیزا رو براش صورت حساب میفرستن. مثلا بزرگترین خرج رئیس جمهور خرج خوردنشه. آشپزخونه کاخ سفید یک چایی کوچیکم مجانی نمیده. رئیس جمهور اختیار داره، میتونه کل پرسنل آشپزخونه رو عوض کنه، اما پرداخت حقوق هر پرسنلی که اونجا باشه مربوط به رئیس جمهور وقته. دولت فقط پول سرآشپز رو میده، بقیه پرسنل آشپزخونه رو که میبینید حقوقشون با رئیس جمهوره. خرید مواد غذایی هم با خود رئیس جمهوره. رئیس جمهور اگر بخواد برای خودش مهمونی بده و فامیل و دوست آشنای خودش رو دعوت کنه، هزینه آشپزخونه و غذای اونها هم با خودشه. اما اگر یک مهمون رسمی دولتی داشته باشه، مثلا رئیس جمهوری یک کشور دیگه اومده کاخ سفید، مهمون رئیس جمهور آمریکاست، در اون صورت کل هزینه رو دولت میده. یعنی غذای رئیس جمهور آمریکا هم مجانی میافته. تو کاخ سفید وسایل شخصی تو باید خودت پولشو بدی. هر چیز مصرفی و بهداشتی، مثلا شامپو و دستمال و صابون و مسواک و خمیر دندون رو باید خودت بخری. یکی از بالاترین هزینه های رئیس جمهور خرج لباسشه. اون باید تمام لباس های خودشو خودش پولشو بده. مخصوصا زنش که بانوی اول آمریکا میشه، باید هر روز یه لباس جدید بپوشه که به گردن خودشونه. این رسم همسرای رئیس جمهور آمریکا بوده که هر روز یه لباس جدید بپوشن و یه لباسو هیچ وقت دوبار نپوشن. لباسهای خانوم‌ها هم میدونید که گرونه. اما اینا هزینه‌های جزئی بود. هزینه اصلی‌ها رو دولت میده. هزینه‌هایی مثل سرویس‌های امنیتی، ایر فورس وان یا همون 747 رئیس جمهور که گرونترین هزینه است. و جالبه که بدونید وقتی این هواپیما در حال سرویس دادنه، ساعتی 200,000 دلار خرجشه. ماشین‌ها و هلیکوپترهایی هم که سوار میشه، تمام صورت حساباشو دولت میپردازه. حالا بریم ببینیم حقوق رئیس جمهور آمریکا چقدره. مقدار حقوق رئیس جمهورهای آمریکا توسط کنگره تعیین میشه و از حقوق اولین رئیس جمهور آمریکا تا به حال 6 بار این حقوق اضافه شده و این هم به خاطر تورم بوده. شخص رئیس جمهور نمیتونه در مقدار این حقوق هیچ دخل و تصرفی بکنه و اگر رئیس جمهور نسبت به حقوقش معترض باشه، در دوران خودش رسیدگی نمیشه. باید بمونه تا زمان رئیس جمهور بعدی. این قانون گذاشتن که هیچ رئیس جمهور نتونه حقوق خودش رو خود به خود ببره بالا. اولین رئیس جمهور آمریکا 25,000 دلار در سال می گرفت. حقوق جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور آمریکا در سال 1789 25,000 دلار در سال بوده. به نظر زیاد نمیاد، ولی در سال 1789 25,000 دلار معادل 720,000 دلار امروزه. این 25,000 دلار ثابت موند تا سال 1872.
یعنی نزدیک به 80 سال این حقوق 25 هزار دلار موند. بعد از اون کنگره تصمیم گرفت که این حقوق دو برابر کنه. یولیسیس گرانت اولین رئیس جمهور آمریکا بود که حقوق 50 هزار دلار در سال رو گرفت. 50 هزار دلار در سال 1872 معادل 1,100,000 دلار امروزه. در سال 1908 حقوق به 75 هزار دلار افزایش پیدا کرد و اولین رئیس جمهوری که این حقوق رو گرفت ویلیام تافت بود. بالاترین حقوق یک رئیس جمهور آمریکا را در اصل ایشون گرفته، چون 75 هزار دلار در سال 1908 معادل 2,200,000 دلار امروز بوده. ایشون بیشتر از 5 برابر رئیس جمهورای امروز پول گرفته. در سال 1948 دوباره حقوق رو بردن بالا. این بار شد 100 هزار دلار که به نسبت حقوق ویلیام تافت نصف شد. یعنی 100 هزار دلار 1949 معادل 1,100,000 دلار الانه. 20 سال بعد در سال 1968 باز کنگره دو برابر کرد حقوقو و به 200 هزار دلار رسوند و 200 هزار دلار سال 1968 معادل 1,400,000 دلار امروزه. این حقوق تا سال 2000 ادامه داشت تا رسید به انتهای کار بیل کلینتون. کنگره دوباره دو برابر کرد و حقوق جورج دابلیو بوش رئیس جمهور بعدی به 400 هزار دلار رسید که حقوق آقای جورج دابلیو بوش در اون سال به نسبت آقای ویلیام تافت 1/4 پول میگیره. ویلیام تافت 2,200,000 دلار به نرخ امروز پول میگیره. جورج دابلیو بوش 600 هزار دلار به نرخ امروز گیره. رئیس جمهور آمریکا هنوز که هنوزه داره 400 هزار دلار در سال میگیره که میشه معادل 400 هزار دلار امروز، یعنی از جورج دابلیو بوش هم کمتر میگیره. این حقوق رسمی رئیس جمهور آمریکا بود و هزینه کاخ سفیدش، ولی دیگه درآمدهای دیگه شما اطلاع نداریم. و جالبه که بدونید رئیس جمهور آمریکا وقتی کارش تموم میشه حقوقش قطع نمیشه، تا آخر عمرش یه خورده بیشتر از نصف حقوقشو میگیره که میشه حدود 219,000 دلار. ولی با این پول میره تو زندان. وقتی ریاست جمهوری تموم شد طبق قانون حق رانندگی نداری، یعنی گواهینامه‌تو میگیرن و باطل میکنن. هیچ جا هم حق نداری بری بدون سرویس های امنیتی. دستشویی هم اگر بخوای بری اونها باید قبلش برن اونجا رو چک کنن که امن باشه. لطفاً کامنت بدید نظر شما در مورد این زندگی چیه؟